انفجارهای مرگبار همزمان با تظاهرات روز جمعه علیه مساجد اهل سنت در عراق. تظاهرات سراسری روز جمعه در عراق در حالی برگزار شد که انفجارهای مرگبار در مقدادیه نزدیک به 90 کشته و مجروح بر جای گذاشت. تلویزیون بغداد گزارش داد در اثر انفجار یک بسته انفجاری در یک مسجد اهل سنت در بخش الوجیهیه در استان دیالی 20 تن به شهادت رسیدند و 60 تن دیگر مجروح شدند. تلویزیون البغدادیه از کشته شدن 38 تن در این انفجار تروریستی خبر داد. همچنین تلویزیون بغداد گفت یکی از نمازگزاران در منطقه القاهره در بغداد به دست شبه نظامیان وابسته به مالکی موقع خروج از مسجد بعد از نماز جمعه ترور شد. موج محکومیت سفر پاسدار احمدی نژاد به عراق و ابراز خشم و نفرت نسبت به دخالت‌های رژیم آخوندی از سوی شوراهای عشایر و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی عراق. مجاهدین میهمانان مردم عراق هستند. ما هر گونه دخالت پاسدار احمدی نژاد در امور عراق به ویژه آنچه که مربوط به موضوع اشرف و لیبرتی می‌شود را محکوم می‌کنیم. سفر پاسدار احمدی نژاد با موجی از محکومیت از سوی مردم و شیوخ عشایر و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی این کشور مواجه بود. شورای ملی عشایر عراق: ما به شدت این دیدار را محکوم می‌کنیم و آن را نمی‌پذیریم. از نظر شیوخ عشایر و مردم عراق، حضور احمدی نژاد برای استمرار قتل و جنایت و کشتار و انفجار توسط رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس است. ما یک بار دیگر برخواسته مردم عراق مبنی بر محکومیت این دیدار که از هر کوی و برزن عراق به گوش میرسد تأکید میکنیم. شورای شیوخ بغداد: این دیدار همزمان است با محکومیت‌های جهانی علیه رژیم‌های عراق و ایران به خاطر حمایت مادی و تسلیحاتی آنها از رژیم خونریز اسد در سوریه و همدستی آنها در کشتار روزانه مردم سوریه. ای کاش احمدی نژاد این جسارت را داشت که در یکی از میدانهای مردمی مانند میدان تحریر در مرکز بغداد حاضر می شد تا واکنشهای مردم آزاده و اصیل عراق را ببیند که بارانی از لنگ کفش بر او باریدن می گیرد. نه اینکه مانند یک دزد ترسو به شکل مخفی وارد عراق شده و سپس خارج شود. تجمع آزادگان کاظمیه: ما این دیدار را محکوم می کنیم، زیرا این جنایتکار کسی است که عامل ویرانی، جنگ و تباهی برای عراق است و او مسئول عملیات تروریستی است که در عراق روی می‌دهد و پشت تمامی اقدامات تروریستی که در عراق رخ می‌دهد جز سپاه قدس رژیم ایران و باندهای جنایتکار وفادار به رژیم ایران کس دیگری نیست. مجاهدین میهمانان مردم عراق هستند و ما هر گونه دخالت احمدی نژاد در امور عراق به ویژه آنچه که مربوط به موضوع اشرف و لیبرتی می شود را محکوم می کنیم. انجمن کمک های انسانی: ما سفر پاسدار احمدی نژاد را تلاش برای افزایش فشار علیه مجاهدین خلق در عراق به مثابه دشمن اصلی رژیم ایران می دانیم. این سفر عامل دخالت های بیشتر با انجام عملیات تروریستی در عراق است. ما یک بار دیگر برخواسته مردم عراق مبنی بر اخراج این قاتل از عراق تأکید می‌کنیم. کانون همبستگی دانشجویان بغداد: دیدار احمدی نژاد از عراق به مثابه دشمنی با عراق است، چرا که او متجاوز است و مورد قبول نیست و مسبب ویرانی‌ها در ایران و عراق و سوریه است. انجمن دانشجویان آزادی دانشگاه موسل: ما انزجار و تنفر خودمان را از این دیدار اعلام می‌کنیم و موافقت دولت مالکی و خوشامدگویی به قاتل مردم ایران و عراق و سوریه را یک اهانت بزرگ به شرافت و غیرت عربی و عراقی خود می دانیم.
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 28 تیر 1392. سفر احمدی نژاد به عراق برای به کار گرفتن بیشتر امکانات این کشور در جنگ علیه مردم سوریه. پاسدار احمدی نژاد رئیس جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران در یک سفر شتاب زده به عراق در صدد به کار گرفتن تمام عیار امکانات این کشور در جنگ علیه مردم سوریه، به ویژه کمک رسانی گسترده تر نیرویی و تسلیحاتی به دیکتاتور سوریه از خاک عراق است. بنا به گزارش های دریافتی از درون رژیم آخوندی، در یک اقدام غیر معمول، این رژیم روز 23 تیر به دولت عراق اطلاع داد که احمدی نژاد می خواهد 4 روز دیگر به عراق سفر کند. دولت عراق بلافاصله موافقت خود با این سفر را اعلام کرد. رژیم آخوندی که نگران است بر اثر فشارهای منطقه‌ای و بین المللی از انتقال نیرو و تسلیحات و مهمات به سوریه از طریق عراق جلوگیری شود، در جریان سفر احمدی نژاد در صدد است هر گونه اخلال در روند کمک رسانی به دیکتاتور سوریه را خنثی کند. بر اساس گزارش‌ها نیروی تروریستی قدس به دولت عراق گفته است اگر تسلیم فشارهای آمریکا شود و ابعاد کمک‌هایش به سوریه را کم کند، اقدامات تروریستی در عراق را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، احمدی نژاد در این سفر که 200 تن او را همراهی می‌کنند، در صدد است عراق را بیش از گذشته برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی به خدمت گیرد. بانک جهانی به تازگی رژیم ایران را به عنوان یکی از 2 کشور بدحساب معرفی کرده که اقساط بدهی‌هایش به این بانک را در 6 ماه گذشته پرداخت نکرده است. سفر پاسدار احمدی نژاد با خشم و نفرت عمومی مواجه شده است. سخنگویان متحسنان و تظاهرکنندگان عراقی سفر احمدی نژاد به عراق را محکوم و اعلام کردند رژیم ایران عامل خفقان مذهبی در عراق و انفجار مرقد امامان عسکری در سامراست. احمدی نژاد قاتل و جنایتکاری است که خون عراقیان را ریخته و شبه نظامیان را به عراق فرستاده است تا بکشند و کوچ بدهند. جنایات رژیم ایران نه فقط علیه اهل سنت بلکه علیه همه عراقیان است.